جاسم حرکت میکنه، ضربه رو مستقیم میزنه و از بالای دروازه به بیرون میره. تو گیره از جلیلی، حرکت میکنه جلیلی، پاس رو میندازه داخل محوطه جریمه. ابراهیمی به توپ نمیرسه، حرکت میکنه، پاس رو میندازه پشت محوطه جریمه، حرکت از غلامی وارد محوطه هم میشه. خود غلامی میتونه پاس ارزی رو بندازه، غلامی این کار رو انجام میده و دروازه خالی که مقابلش مهاجمی حضور نداره تا از این موقعیت استفاده ای ببره. تو بهش میزنند جاسم، خود جاسم در یک رد و بدل ثابت تون است. موقعیت برای توتسازی تبریز از سمت راست، حرکت فراد خیرخواه، خود خیرخواه ضربه رو خودش میزنه که بی‌دقت هست این ضربه و تو از بالای دروازه به بیرون میره. عنوان کرده بود که به تماشاگران تبریزی افتخار میکنه، یه ضربه راه دور و توی که از کنار دروازه به بیرون میره. خود جاسم کرار حرکت میکنه، مستقیم ضربه رو میزنه و توی دروازه. جاسم کرار محمد، یک بر صفر، تراکتور رو جلو میندازه، تراکتور یک، اسیل از این صفر. جاسم کرار محمد عالی زد ضربه، فوق العاده بود این ضربه که تبدیل به گل شد. نزدیک به 100 هزار نفر تماشاچی در ورزشگاه یادگار امام حضور دارند. حرکت جاسم کرار در هر حرکت میکنه، پاس رو میندازه، موقعیت برای تراکتور سازی و چقدر موقعیت خوبی از دست میره. پشت محوطه موقعیت برای اسیلازین، شرفی صاحب توپ هست، پاس عمقی داخل محوطه جریمه و ببینیم که داور چه اعتقادی خواهد داشت. به سمت بازیکنی میره که روی زمین افتاده، داور بازیکنان تراکتور سازی رو فرا میخونه آیا پنالتی اعلام شده یا نه. بله، به نظر میرسه که اونجا یه خطایی رخ داده باشه. با هم صحنه رو ببینیم، لحظه ای که کیانی به این شکل تکل رفت و باید ضربه پنالتی برای اسیلازین زده بشه. حالا ضربه باید زده بشه، موقعیت برای اسیلازین و توی دروازه. خب داور دوباره پنالتی رو تکرار خواهد کرد. خود مهدی ثابتی دوباره درون دروازه قرار گرفته، ضربه زده میشه و باز هم توی دروازه. کار به تساوی 1-1 کشیده میشه. اسیلازین 1، تراکتور 1. 50مین دقیقه این دیدار و توپی که درون دروازه قرار میگیره. پاس میندازه، پولادی کارشو سخت‌تر میکنه، برنامه‌ریزی توپو میرسونه، یک ضربه راه دور حمید نشاچی در برگشت، این ضربه وقتی که از بالای دروازه به بیرون میره. بازم یه موقعیت خوب برای تراکتور از دست میره. جاسم، خود جاسم همچنان صاحب توپ، ضربه رو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. موقعیت برای تراکتور سازی تبریز، حرکت در عرض، حالا این ضربه زمینی و توپی که بازم از کنار دروازه به بیرون میره. غلامی لبه خط به توپ میرسه، خود غلامی تو سر توپ میزنه، غلامی رو به عقب حرکت میکنه، حالا پاس میندازه، موقعیتی مناسب برای اسیلازین داخل محوطه جریمه، ضربه زده میشه و درخشش ثابتی. مهدوی کیا در سمت راست حضور داره، یا پاس عمقی به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای نوروزی، ضربه زده میشه و اعلام کرنر. خطا بر روش مشخص بود. محسن قهرمانی خطا رو هم اعلام میکنه. میانه میدان مهدی کیانی بازم خوب حرکت میکنه. یه بار دیگه مهدی کیانی منطقه بازی رو به سمت چپ عوض میکنه. مصطفی اکرامی یه بازی خوب به سمت چپ، موقعیت برای تراکتور، پاس داخل محوطه جریمه و خروج حمید نشاطچو. پولادی بازم پاشه این توپ قرار گرفته، پولادی حرکت میکنه، ضربه رو مستقیم میزنه، موقعیت به حمید نشاطچو. پرتاب گره توپ، تو به سمت چپ میره، موقعیت برای جلیلی، یه بار دیگه جلیلی حرکت نمایشی، ارسال توپ، موقعیت و توپی که به بیرون میره، نزدیک بود توپ مستقیما درون دروازه نشاطچو قرار بگیره. تراکتور در رده ششم حضور داره، موقعیت یک ضربه راه دور و بازم حمید نشاطچو. پشت این توپ حرکت جاسم کرار، ضربه جاسم کرار و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره، یا بار دیگه یه ضربه دروازه دیگه برای اسیلازین نشون داده میشه. حالا یه حرکت خوب از مسعود ابراهیم زاده، پاسی که میندازه، موقعیت برای جاسم داخل محوطه جریمه و اعلام پنالتی به نفع تراکتور سازی تبریز. داور نقطه پنالتی رو نشون داده تا ورزشگاه منفجر بشه. حرکت خوب مسعود ابراهیم زاده، بازیکن جوان تراکتور سازی که پاس خوبی رو انداخت و یه پنالتی برای تراکتور به دست میاد. بعد ببینیم که آیا تراکتور در این لحظات انتهایی میتونه کار رو به نفع خودش به پایان ببره یا نه. ادعای از تماشاگران که ورزشگاه رو ترک کرده بودن دوباره پشیمون میشن و
به ورزشگاه برمیگردد. یه بار دیگه با هم ببینیم. در بازی قبلی استیلازین در وقت‌های تلف شده به تراکتور گل زد. حالا باید ببینیم که در این بازی کار به چه صورت خواهد بود. حرکت جاسم کرار، جاسم کرار و توی دروازه. گل برای تراکتور سازی به ثمر می‌رسه. گل برای تراکتور دو، استیلازین یک، ورزشگاه منفجر میشه. جاسم کرار محمد، سروی زیبای جاسم کرار رو ببینید که نشاط رو روی زمین انداخت. حالا استیلازین سرپا حمله است. یک